یک دو سه چهار. خب سلام، من آلینم جوهرچی، الان دیر وقته و کتایون هم رامه ملقب به کت. کتایون جوری که من میشناسمش از طریق پیج اینستاگرامشه که توش کاسپلی میذاره و البته گاهن نقاشیاش و اینا رو هم میذاره و حجم خیلی زیادی از ماها از شاوتاوتی که میا و کوروش داده بودن میشناسیمش. یه ویدیویی اونجا برگزار شده بود که یه حالت تالنت شو بود، تو کامیونیتی اپلای کردیم، نه ایمیل کردن بچه‌ها کارشونه، درست میگم؟ دایرکت داده بودیم به کوروش. آها درست میگه، قرار بود دایرکت بچه‌ها بفرستن کوروش. بعد کلی ویدیو دیدن، ویدیو یک کتایون هم بینشون بود و کتایون اینجا برنده شد و یه شاتات خیلی گنده گرفت و دیگه شروع کرد کارشو به صورت جدیتر از نظر کاسپلی ادامه دادن، که یه سری ویژگی های خاص داره کاسپلی کردنش، اونم اینه که تقریبا دسترسی به همه وسیله های همه داره و این خیلی نکته خیلی جالبیه که متمایزش میکنه نسبت به بقیه کاسپلی کنا. حالا این اینترودکشن که من دادم، تو چقدر موافقی باهاش؟ درست گفتم؟ آره، اول از همه سلام دوباره و اینکه آره، من کلاً از خیلی قدیم کاسپلی شروع کرده بودم ولی زیاد چیز جدی هیچ وقت برام نبود، خیلی فان و حالت هابی تور بود، یه سرگرمی بود که خونه کاسپلی میکردم، فیس پینت میکردم، روی صورتم نقاشی میکشیدم و خیلی بیشتر اینطوری بود. کلاً هم علاقش از خیلی کوچیک بودم، خیلی از سن کمتون به وجود اومده بود. آره فیس پینت رو یادمه، توی سرزمین عجایب هم مثلا یه بابایه بود میرفتی پیشش دقیقا اسپایدرمنت میکرد، مثلا شیرت میکرد. فکر میکنم اون تو کوچیکی نزدیکترین تجربه بود که ما مثلا به یه کاسپلی کردن مثلا داشتیم که فیس پینت بود. آره. اونو چقدر موثر میدونی؟ اون چقدر تأثیر داره؟ من دقیقا اتفاقی که افتاد وقتی مثلا فکر کنم 4 سالم بود، خیلی سنم کم بود، که یه حالت شهربازی تور بود که یه خانومی شروع کرد روی صورت من نقاشی کشیدن، مثل بقیه بچه ها که گربه و شیر و پلنگ میکشن روی صورتت. بعد من انقدر خوشم اومده بود، رفته بودم خونه یه کاغذ برداشته بودم، خودم رو تو آینه میدیدم و مثلا جایی که تو صورتم سبز بود و روی صورت کشیده بودم سبز میکردم، که پترنش در بیاد که چی آره کشیده روی صورتت، اون طرح رو کاغذ داشته باشم، که بعد دیگه از فرداش هی هر روز پا میشدم هر جا میخواستم برم تو خونه، همیشه هی با لوازم آرایشی مامانم اون پترن رو که کشیده بودم دوباره رو صورتم میکشیدم. هی تو خونه خودتو فیس پینت میکردی دوباره؟ ای چه باحال. آره. خب بعد چند سالته اینجا؟ الان یا نه اون خاطره که داری تعریف کنی؟ اون موقع مثلا 4-5 سالم بود. آره. خب بعد بریم از، ولی گفتی که هابیه برات، هابی بوده خیلی برات. آره هابی بود و اصلا میگم زیاد فکر نمی کردم که بخوام یه روزی حالا مثلا بیشتر به خاطر کاسپلی یا فیس پینت یا این چیزا شناخته تر بشم، کارتو با اون چی کریرت با اون ساخته بشه. ولی خب چی فکر میکنی که دوست داشتی خودت که تخصصت چی باشه؟ تخصصت چیه؟ همون، من خودم از بچگی کلن دیزاین کردن و طراحی کردن رو خیلی دوست داشتم و از دبستان به بعد به این نتیجه رسیدم که من میخوام طراحی صنعتی بخونم، چون که توی طراحی صنعتی در واقع طراحی همه چی رو شاملش میشد، از مداد گرفته تا لباس گرفته تا هواپیما همه چی. درست. و اینطوری بودم که آره اینطوری بودم که طراحی صنعتی میخوام، چون کلا طراحی صنعتی دوست داشتم، مثلا دلم میخواست بعدن توی این بیشتر موفق بشم. هنوزم که هنوزه، حالا جلوتر که رفتش یه ذره علایقم باز عوض شد، اینطوری شدم که طراحی صنعتی خیلی حساب کتاب شده تر از چیزی بود که من فکرشو میکردم و من ذهنم یه ذره خیلی فانتزی تر از طراحی صنعتی. خب نمیشه گفت طراحی صنعتی خودش زیر شاخه های مختلفی داره که تو مشخصا آره. توی فقط دیزاینش مثلا میخواستی تخصصتو پیش ببری؟ حداقل تو ایران اینطوریه که صرف
طراحی محصول یا پروداکت دیزاین پیش میبرنش. من چیزی که خودم دوست داشتم کانسپت آرت بود. یه تایمی به خاطر خود کاسپلی کردن زیاد، چون توی ایران حداقل اون زمان، الان باز بهتره، ولی مثلا چند سال پیش اصلا تو نمیتونستی کاستوم لباس کاراکترها یا شخصیتایی که میخوای و پیدا کنی که بخری و مجبور بودی بسازیشون. اگرم میخواستی بخری خیلی باید هزینه میکردی. بعد من همه لباسام، همه اکسسوریا اینا رو همیشه خودم میساختم و این باعث شده بود از کاستوم دیزاین کلا خوشم بیاد. نه این اصلا واقعا آخه خیلی عجیبه، چون اینی که میگی نیست واقعا. هیچکی به این فکر نمیکنه که خودش بسازه، همه به این فکر میکنن که مثلا پسر عموشون از کانادا بگیره. یا مثلا من خودم یه سفر رفتم دبی گرفتم چیز میزای یه کاستومم و مثلا تو سن خیلی کم مثلا برگشتم. اکثر بچه ها این کارو میکردن. همین که تو سن ذهنت از اون موقع رفته به سمت این که اینو باید اینو میشه ساخت، دوباره میشه همون طرز فکر، همون طراحی صنعتیه که میگی ها. دقیقاً. خب برای طراحی صنعتی که میشه دانشگاه، ولی تو قبلش چه هنرستان رفتیم که خودم هنرستان طراحی مرحله یاد بگیری؟ نه کلا رفته بودم هنرستان، چون میدونستم در نهایت میخواستم برنامه اینه طراحی صنعتی برم. اولش هم یه ذره خانواده‌ام اون اولش که میخواستم هنر بخونم اوکی نبودن، چون فکر میکردم مثلا ریاضی بهتره، ولی اتفاقا همین این باعث شد که هنرستان به بعد من مثلا تا قبل هنرستان زیاد بچه درس خونی هم نبودم. ولی از هنرستان به بعد خیلی به این نتیجه رسیدم که اصلا من هم دارم با درس حال میکنم، هم باید خودم رو ثابت کنم. مثلا همیشه توی هنرستان رتبه هم خوب بود، کنکور خوب بود، و که مثلا بخوام ثابت کنم که اگه یه چیزی رو بخوام هم به خودم ثابت شه، هم حالا به اطرافیانم که اگه یه چیزی رو واقعا آره دیگه. به خاطر اینکه تو مثلا وقتی که یهو میبینی تو قالب مدرسه داری یه کاری میکنی که خیلی داره بهت حال میده، خب آره دیگه آدم سرش رو میذاره دیگه. منم سال کنکور همینطوری بودم. من تا قبل سال کنکور همه چیزو میدونستم، ولی نمیدونستم اسمشون چیه و چی به چیه و اینا. خب یعنی مثلا من مثلا چه میدونم از سن خیلی کم مثلا با بابام فیلمای تاریخ سینمایی نگاه کردم، تئاتر رفتم نگاه کردم بچگی، موسیقی رو که دیگه مثلا جویده بودم و اینا. مثلا من تو موسیقی، من وقتی رفتم کلاس کنکور موسیقی میدونستم تفاوت پروگرسیو راک با پروگرسیو متال کجاست، یا مثلا تفاوت آلترنتیو راک و پروگرسیو راک چی هست مثلا، اینا رو همه رو میفهمیدم. ولی مثلا تفاوت بین مثلا چه میدونم امپرسیونیست و مثلا رئالیسمش رو دیگه نمیفهمیدم. تفاوت بین اکسپرسیونیسم مثلا با کوبیسمش رو دیگه هیچجوری نمیفهمیدم. بر همین تو سال کنکور که یهو مواجه شدم با اینکه وای من همه اینا رو دارم میفهمم، واسه همین انقدر بهم حال داد که دیگه مثلا با بچه ها میرفت بعد از کتاب خونه ساعت 6 عصر میرفتیم میشستیم تو کافه، باز همین بود ماجرا. یعنی ادامه جزوه ها در میومد و حالا بحثای شخصی خودمونو میکردیم. حالا از حالا مثلا درس آره. صرف درس مثلا اون فیلمه بود که مثلا برای فلان دورست مال فلان کارگر مال فلان دیدی چقدر مثلا فلان جاش خوب بود. یعنی باز دوباره میرفت تو همون بحثه. یهو مثلا اون بحثه که فلان روز تو کافه کردیم سوالش تو کنکور اومد برامون، مثلا که این صحنه مثلا چه حسی داره میده. دیدی این سوالا میدن دیگه مثلا این فریم چه حسی رو القا میکنه، و مثلا تصویر سیاسفید چاپ بعد اصلا نمیفهمی چیه. ولی خب مثلا آره، ولی خب مثلا ما چون رفته بودیم خودمون اون فیلمو رو دیده بودیم مثلا دقیقاً میدونستیم چه حسیه، میدونی؟ و مثلا اتفاقات اینطوری تو کنکور هنر خیلی زیاد میفته. ولی و ما با توجه به این که ما هم خیلی اون موقع داشتیم حال میکردیم، واقعا اصلا باورم نمیشد که دارم مثلا تو مدرسه و اینا دارم واقعا اشغال میکنم. و منم کنکورم رو ترکوندم دیگه. تو چند شدی؟ من رتبه 52 شدم کنکور هنر تو کشور تو کل دیگه. نایس. چه سالی؟ سال 98 کنکور دادم دیگه. آره بعد دانشگاه ورودی 99 بودم. نه درسته. آره دیگه اصلا ورودی 99 بودم. نه ورودی 99 بودم، کنکورم هم 99 بودم. آه اوکی 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 گرفت. کنکور 99 ورودی مهر بودی؟ آره دیگه. خب دیگه آره دیگه. تیر خورداد تیر کنکور دادی؟ تازه سال کنکور ما همون سال بود که تازه کرونا اومده بود. هی مثلا شما مرداد دادین؟
آره هی یه ماه یه ماه مینداختن عقب. آره بعد منم آره هی درس میخونم، هی اعصابم بهتر شد برات پس ها؟ نه استرسش هم هی میخواستم درسا رو خونده بودم دیگه، میخواستم بری به تموم شه بره دیگه. آره ولی هی مینداختن میفته عقب. آره یادم اون سال خیلی بد بود، خیلی بد. هنرستانه که رفتی، هنرستانه چی بود؟ هنرستان گرافیک خوندم. آره گرافیک. آره هنرستان گرافیک. اوکی اوکی خیلی خوب. آره آزمون عملی هم داشتی برای طراحی صنعتی. چی بود آزمون عملیش؟ کنکور عملی طراحی صنعتی. من حالا به غیر از طراحی صنعتی انتخاب دومم طراحی صحنه بود. نایس. با اینکه کلا زیادم طراحی صحنه دوست ندارم، صرفا گفتم چون کاستوم دیزاین دوست داشتم. حالا الان مثلا باز کاستوم دیزاینه هم هنوز دوست دارم، ولی بیشتر کانسپت آرت و کاراکتر دیزاین داشتم. یعنی اینطوری بودم که تو که داری لباس یه کاراکتری رو طراحی میکنی، چرا کلن یه کاراکتری رو طراحی نکنی؟ از صفر. آره از ظاهر استایل بکستوری طرز حرف زدن. آره. خیلی کار سختیه. خیلی ها. ولی میگم چیزیه که اصلا یعنی الانم گفتم آیندهمو به کاستپلی نمیبینم، ترجیح همینه که توی خود کانسپت آرت و کاراکتر دیزاین و اینا. آره. ولی گفتی که کنکور عملی طراحی صنعتی. آها آره آره اون چطوری بود؟ اون اینطوری بود که طراحی صنعتی کنکور عملیش یه سری سوال داره مثل کنکور عادی که فکر کنم نمره منفی و اینا هم حتی داشتش. یعنی دوباره آره. تست و اینا داره. دوباره یه سری تست داری برای کنکور، ولی مثلا بیشتر طراحی صنعتی طوره، مثلا یهو فلان آچار برای چه کار یه همچین حالتایی. آره. به غیر از اونم فکر کنم یادم نیست دقیق، ولی فکر کنم 7 تا بعد طراحی می‌کردیم، موضوع بهت میدادن که مثلا یادم یه دونه از موضوعایی که سال ما اومد فکر کنم این بود که یه اسباب بازی طراحی کنید برای بچه‌های نابینا، یه همچین چیزی بود. فهمیدم. مثلا بعد طراحی می‌کردیم، یعنی میرفت سراغ محصول و نمیدونم یه سری سوالایی که تخصصی طراحی بود. الانم حتی من خودم مثلا طراحی صنعتی می‌خونم، گفتم خیلی زیاد یکم از دنیای فانتزی که من دوست دارم خارجه. توی خود طراحی صنعتی هم میگم باز مثلا اینطوری نیست که طراحی صنعتی رو دوست نداشته باشم، ولی بیشتر توی حوزه‌ای که برای بچه ها ربط داره ترجیح میدم طراحی کنم، چون یه ذره بس میشه دوباره به همون ماجرا. دقیقاً یکم فانتزی تره، یکم رنگی تره انگار، و خودم ترجیح هم بازم اینو توی طراحی صنعتی هم میشه. بعد اینجا تو میتونی طراحی صنعتی و اون کاراکتر دیزاینر رو و اون دنیای فانتزی رو با هم دیگه ترکیب کنی، درست میگم؟ تو کاسپلی؟ نه مثلا. توی تز پایان نامت. آره دقیقاً. درست میگم؟ آره. یعنی الان که اینا رو بهم گفتی فکر میکنم که تز پایان نامت از ترکیب اینا داره میاد. دقیقاً میگم پایان نامم هم طراحی بیشتر همون اسباب بازی و مثلا کاراکتر برای بچه‌ها، یه ذره میگم همه اینا رو فعلا میخوام هم قاطی کنم که این ترمم دیگه پایان نامه. مثلا یکی از دلایلی تمام میشه. آره یکی از دلایلی که کمتر دارم کاسپلی هم چند وقت میکنم همینه، درگیر پایان نامه ترم آخر و ماجرا. دقیقاً حالا اون دو واحدی الکیه استاده استاد من ترم آخرم بیا بذار من پاسشم برم. درست میگه همینه دیگه. نه حالا نه اونقدر که پاسشم برم، ولی مثلا زبان انگلیسی رو ندادم مجبورم فرانسه بخونم یهو. خیلی رندوم. آره دقیقاً ترم باگاه ترم آخری. خوبه ای بر ولی موفق باشی، امیدوارم که پایان نامت به بازار ارزشه. خب بریم سراغ این که حالا این ماینستو که حالا راجع به تو داریم بیا وصلش بکنیم به کاسپلی، ببینیم کاسپلی کجای این ماجرا میشینه. یعنی کتایونی که داره از هنرستان فکر طراحی صنعتی میکنه و میره کنکور طراحی صنعتی میده و دانشگاه هم طراحی صنعتی صفر میخونه تا الان که ترم آخرشه و تزش هم کامل درآورده که چی میخواد بکنه و اینا و انقدر بیزیه آلردی این زندگیه، کاسپلی کجا مشخص شد که تو خیلی بهش علاقه داری؟ میگم کاسپلی حرفه‌ای یا یعنی ماجرا بچگیت به کنار. آره. فیس پینت از کجا فهمیدی اصلا یه کانسپتی هست به نام کاسپلی؟
و مثلا چی جوری خیلی خوشت اومد و فکر کردی من میتونم این کارو انجام بدم؟ مثلا اولین بار که همون کاسپلی کردم مثلا شاید 12 سالم بود که اینطوری بود که داشتم چیز میدیدم گوش پشت نوتردام میدیدم، یه کاراکتری داره به اسم اسمرالدا، همون خانومه که توی انیمیشن داشتم میدیدم. بعد کلا من بچگی آدم جوگیری بودم، یعنی یه فیلم یه انیمیشن میدیدم اصلا دیگه جوگیری شدم که من آره خیلی اینطوری بودم. و این کاراکترها که دیدم اینطوری بودم که خب من همه لباسای اینو دارم، چرا نپوشم لباساشو که شبیه این خانومه بشم الان. اولین بار اون بود که مثلا یه جرقه توی ذهن من ایجاد شد که بعد فهمیدم اصلا چیزی به اسم کاسپلی کردن وجود داره، که مثلا توی دیزنی لند یه سری آدم هستن که مثل پرنسس ها مثلا لباس میپوشن میان میرن، که مثلا فهمیدم مثلا همچین چیزی هست کلن. یعنی مواجهه اول تو با کاسپلی سر دیزنی لند و اتفاقات توی دیزنی لند بود نه؟ آره دیگه اوکی. چون اونجا دقیقاً همه کاراکترهای تمام شخصیت‌های دیزنی هستن دیگه نه. همه هستن اونجا و یه جورایی میشه گفت اونا کاملا دارن، البته اونا کارشون نمیشه کاسپلی. آره. چون کمپانی داره اصل آتفیتو میده بهشون و همین. آره ولی یک موضوع فقط از دو نگاه متفاوت که اصلا آدم های معمولی میرن یه لباس کرکتر فلان انیمیشن رو بپوشن که و چند سالت اینجا که با این دیزنی لند مواجه شدی؟ مثلا 12-13 سالم بود قبل هنرستانه، یعنی آره حتی قبل راهنمایی دبستانم مثلا تازه تموم شده. آها اوکی اوکی گرفتم. خب خوبه. بعد ادامه بده بیا جلوتر. اولین کاسپلی که دیدی حالا واقعا اگه یادت هست که کاسپلی کردم، فکر کنم اولین کاسپلی که دیگه مثلا سنم بیشتر بود و بعد حالا فیس پینت هم بود، اگه درست یادم باشه کاسپلی بلا دیمیتریسک بود از رزیدنت ایویل ویلیج هفت بود دیگه، رزیدنت هفت بود. آره که من رزیدنت رو بازی کردم و بعد اینطوری بودم که این دختره چقدر باحال بود، چقدر کاستومش باحال بود. و اون موقع هم حتی زیاد باز صرفا میخواستم توی نقش اون دختره برم برای حتی 5 دقیقه هم که شده، و اصلا بازم برام مهم نبود که حالا چقدر میخوام 100% شبیهش باشم. یعنی یادم کاسپلیش اصلا موهام توش آبیه با اینکه دختر اصلا بلونده خودش. اون اولین کاسپلی بود که دیگه مثلا توی 2-3 سال اخیر اولین کاسپلی بود که دیگه تصمیم گرفتم که کاسپلی بیشتر انجام بدم و اینا انجام داده بودم. یعنی همین الان سال اول دوم دانشگاه یعنی ها؟ آره دقیقا سال اول، ولی خب دانشگاه هنوز آنلاین بود دیگه. آره تایم کرونا بود. بعد از این اولین کاسپلی که کردی تا اون ویدیویی که برای میا اینا فرستادی چقدر خیلی گذشته بود تقریبا؟ چون یعنی که چی چقدر؟ از روی رنگ موهام میتونم بهت بگم، چون سرم کاسپلی اولیه موهام آبی بود، وقتی که ویدیومو برای میا کروش فرستادم موهام آبی صورتی بود، یعنی حدودا یه سال و نیم دو سالی گذشته بود و من هی روز به روزم بیشتر داشتم کاسپلی میکردم. حالا نه اینکه بخواد برام حرفه بشه، ولی کلا کاسپلی کردم برام یه ذره جدی‌تر شده بود، که ویدیویی که من براشون فرستادم آلردی کلی کاسپلی و فیس پینت توش بودش خودش. ولی آره بعد اون باز دوباره یهو کیفیت کاسپلیام خیلی عوض شد، یهو از این رو به اون رو شد. چون انگار توی ذهنم این تازه آنلاک شد که خب این همه آدم الان اومدن تو رو فالو میکنن به خاطر بیشتر کاسپلی کارتو دوست دارن، کارتو تو کاسپلی دوست دارن. و اینطوری بودم که خب پس من باید با کوالیتی خیلی بهتری کاسپلی کنم. مثلا قدیم میگم زیاد نمیرفتم ویگو کلاگیسو مثلا لنز و اینا بگیرم، ولی بعد اون دیگه میرفتم کلاگیس میگرفتم، کاستوما رو سعی میکنم بهتر درست کنم و همه اینا. آره. بعد در این حال حالا این ماجرای طراحی صنعتی هم اینجا خودش نشون میداد دیگه، که مثلا اگر آره. اکسسوری چیزی داشتن تو توانایی اینو داشت رسیده بودی بهش در طی این سالها
که بتونی مثلا از کاغذ و مقوا و متریالای خیلی ساده بتونی شکل اون چیزه که میخوای درست کنی ها. آره میگم مثلا همین الان توی خیلی کاسپلی هم این اتفاق افتاده، همین الانش هم مثلا میرم دانشگاه یا میرم کارگاه های دانشگاه میبینم یه تیکه مثلا چوب اونجا افتاده به درده هیچکی نمیخوره، همونجا مثلا بعضی وقتا میبرمش درستش میکنم برش میدارم میرم خونه که مثلا عینک مثلا آکتین ایپکس رو با اون درست کنم یه همچین چیزایی. آره دقیقا، یعنی این روحیه هر رو داری دیگه که قطعا توی کاسپلی دستتو یهو خیلی باز میکنه. درست میگم؟ آره این خیلی جالبه. بعد یعنی پس تو شروع کردی کاسپلی کردن یه سال و نیم دو سال بعد شات اوت میا شد و از اون موقع و یه سال حدودا که میگذره نه از شات اوت یک سال خورده یاره یک سال خورده دیگه هم میکنه نهایتا بشه تو یه سال و نیمه مثلا از اون ویدیو گذشته، سه سال و نیمه که داری این کارو حدودا انجام میدی. آره به صورت حالا یکم جدی‌تر. آره خب نظر چیه تا الان؟ چه مثلا میدونی چی از خال زنک ازت میخوام؟ میخوام بهترین و بدترین کامنت هایی که گرفتی رو بهم بگی. اوکی کامنت بد واقعا تا حالا خدا رو شکر نگرفتم. خب آره چرا خوب؟ یعنی مثلا میگم خودم یه ذره آدم خجالتی و اینسیکیوری هستم و الان مثلا خیلی کاسپلی دارم که هیچ وقت نذاشتمشون چون همش حس میکردم یا خوب نیست یا خجالت میکشیدم یا حس میکردم کامنت بد قراره بگیرم. کلا این ترس رو همیشه داشتم که کامنت بد بگیرم و اینا، ولی تا الان میگم زیاد چیز خاصی نبوده برای خاله زنک الان بخوام بگم، ولی کامنت های خوب خیلی شده بگیرم دایرکت تا کامنت همه چی. ایول ایول من مثلا دیک پیک برات نفرستادن اوت اف نوبر نه خدا رو شکر. ایول چه باحال. نه آره نگفتن دایرکت نز مثلا کامنت نذاشتن که لطفا دایرکتتو چک کن بعد بری تو چرا این شده ولی نرفتم خودم دایرکت، خودم اینطوری بودم که خانومی نه یه بار فقط چرا یکی از بچه های دانشگاه بود که اولین بار که منو دیده بود میگفت آره حالا اینم کامنت هیت نیستش بالاخره این فکر رو میکرد این که تو چون کاسپلی میکنی و حالا مثلا میکاپ بلدی و اینا ما فکر میکردیم تو میای الان هر چیزی که مثلا میبینیمت همش میکاپه مثلا خودت اصلا این شکلی نیستی مثلا این کامنت هیت هم باز کامنت هیت هم نیست ولی جالبه بازم آره. مثلا این چیزی بود که فکر میکردیم که پیش میاد دیگه تو وقتی که آره. تو هی داری شکل قیافه های مختلف از خودتون جد نشون میدی آدم هایی تو وقتی تو شکلی اصلا چه شکلی آره. خودش اصلا دماغش الان بکرم ده قراره بیاد در حالی که من اصلا بیرون یعنی out of cosplay هر وقت cosplay ندارم اصلا زیاد حوصله آرش کردن ندارم بعد چون خیلی هم قبل cosplay فیس پینت میکردم بعد اون موقع هم هر چیزی لوازم آرش میدیدم میزدم به صورت هم الان مثلا چشام یه ذره آرش میکنم خیلی به این خیلی ماجراست. این کارو هیچ وقت نباید انجام بدید. اگر بخواید کاسپلی یا اینا یا فیس پینت انجام بدین بعد برین سراغ لوازم های نمایشی، لوازم آرایشی های نمایش یا اصلا لوازم آرایشی که یعنی یه برندیه یه کوالیتی خوبی داشته آره باشه. دقیقا این آره. کاریه که من همیشه مثلا میشنیدم بقیه هم بهم میگفتن نزن مثلا فلان چیزو بچشه، من گفتم اشتباه کردی نظری فلان شد. آره ولی الان دارم تاوانش رو قشنگ نه من مامانم چون گریموره یک کیف داره که همش همون لوازم آرایشی هست ولی همه برندای نمایشیه و همه چیزاییه نه. که واسه یه سینما و مثلا تئاتر و اینجور چیزاست اونا بالاترین کیفیت رو داره. بعد میدونم که یه راسته هم دارن یه جا که اینا رو میفروشن نمیدونم کجا نام سمت اسکندری مثلا نمیدونم دقیق کجا ولی مثلا یه جایی هستش که اینا رو باید یه سر وقت بزنی بریم ببینیم چه گیری لازم داری چون گیر به حساب میاد دیگه کاملا مثل گیر مال ماست. خب ای بر خیلی جالب شد. یه سوال دیگه هم داشتم که در واقع کاسپلیر معروفی بود که فالو بکنی و باعث بشه که خیلی دلت بخواد موتیویتت بکنه که این کارو بکنی یا مثلا ازش
الگو بگیری، یه جا گیر کنی، بری ببینی فلانی این کارو چجوری انجام داده مثلا؟ کاسپلیر بیشتر میگم ویدیو مثلا توی اینستا میدیدم از مردم ویدیوی ترانزیشنشون کاسپلی میکردن و اینا، که مثلا باعث میشد هم برای ترانزیشن ویدیوم هم برای خود کاستوم یه سری ایده بیاد تو ذهنم. ولی اینکه مثلا یه نفر رو بخوام دنبال کنم که مثلا توتوریال بذاره، نه به اون صورت. صرفا یه خانومه بود توی یوتیوب که هنوزم حالا ویدیو میذاره، خیلی کاسپلیر خفنی هم هستون، بیشتر فقط هم مثلا فکر کنم کاراکتر انیمه ای اون کاسپلی میکنه که مثلا شده مثلا بعضی وقتا آرایش چشم و اینا رو که لازم دارم یه نفر الگو ببینم مثلا اونو میبینم. خب حالا این به کنار، کاسپلیری که از نگاه کردنش لذت ببری چطور؟ عقدی مثلا؟ نه به اون صورت، کس خاصی نبود هیچ وقت. جدی؟ آره. یعنی صرفا هر رفرنسی که آنلاین میخواستی سرچ میگردی پیدا میکردی؟ بیشتر خود کرکتره برام مهم بود تا اینکه یه نفر رو ببینم که بگم چقدر کاسپلیش خوبه پس منم اینو کاسپلی کنم. کلن کرکترهایی که کاسپلی میکنم همه رو که حالا میشناسمشون و کرکترهایی که واقعا خودم دوستشون دارم که اصلا کرکترها رو انقدر دوست دارم که باعث میشه بخوام کاسپلیش کنم. متوجه هم، ولی یه کاراکتری توی آنلاین نبوده که تو نگاش کنی و بگی که ایول منم الان پا میشم یه کاسپلی میکنم؟ پیش اومده ولی میگم یه نفر واحد نبوده. خب پس یه سال، اوکی چه، خب یه سال دیگه هم حالا دارم، اونم اینه که تو میا رو کی فالو میکردی؟ میا رو حدودا 4 سال پیش، شاید 3.5 سال پیش. از قبل اینکه بره کانادا، یعنی از قبل اینکه بره کانادا یه سری ویدیوهاشو میدیدم ولی اینطوری که بخوام هر روز ببینم نبود. بعدن من اصلا فهمیدم خود میا هم کاسپلی میکرده، یه ذره جلوتر اصلا فهمیدم. همینه میخواستم بپرسم که کاسپلی های میا رو دیدی؟ آره، و آره. مثلا هیچ وقت بهت اون اینسپایریشن رو نداده؟ یکی از اینسپایریشن هایی که اتفاقا به هم داد چرا این بود که میا هم خودش درست میکرد کاستوماشو. آفرین، اینو دارم میگه یه ساعت دارم اینو میپرسم، بگو اینو دیگه. بکنم منظور دارم که یه خانومی رو مثلا ببینم بگم این اینو کاسپلی کرده چقدر فرقم، منم برم فلان کاسپلی. ببین من ویدیوهای کاسپلی میا رو میدیدم خودم هم دارم میخواست پاشم کاسپلی کنم، اصلا اینقدر که بامزه و مثلا جالب بود برام، چون قبل از این که بره کانادا بیشتر از این کارا میکرد، یاد دارم من اون موقع دیده بودم که کاسپلی یا مثلا چند تا کاراکتر مختلف هری پاتر دیده بودم که مثلا میکرد. فکر کنم یکی از دلایلش اینه که آدم وقتی پیش مامانشه، من خودم حداقل اینطوریم، وقتی مامانم هست مثلا یه کاسپلی هم یه چیزی رو میخوام بدوزم مثلا خیاطیشو میدم مامانم، یه ذره راحت تر این درست میشه. کردن لباس و حالا اکسسوریای کاسپلی اسم کنم، اونم برای اینکه ایران دی آی وایش راحت تره. دقیقاً. آره ولی خب از وقتی رفته کانادا که دیگه میگیره دیگه، الان مثلا دیگه که کاستوم هر چی دلشون بخواد هست دیگه توی یک سوال نهایی هم بپرسم برای 29 دقیقه. اوکی. هالووین بازی میکردین؟ اون تاثیر داشت؟ خیلی، من از بچگی عاشق هالووین بودم به طرز خیلی عجیب غریب زیادی. نمیدونم هم چرا ولی خب همین دیگه، آخه برنامه کاسپلی بازیه دیگه. آخه آره، هم کاسپلی میکنن خوش میزنه. آره، همه فامیل مثلا زیادم دوست و اینا نداشتم که آخه بگم هالووین بیاین خونه ما، همه فامیل مثلا دختر خاله ها مینا رو یهو دعوت میکردم و التماسشون میکردم که تو رو خدا یه کاستوم بپوشین، یه ماسک بزنید، مثلا با این ماسک ترسناک های خیلی قدیم مثلا یهو یکیشون میومد، فقط همون یه نفرم مثلا بازی ماسک میزد میومد. ولی آره خودم خیلی هالووین دوست داشتم و کاسپلی میکردم. آره هالووین بازی خیلی کیف. آره. خب خیلی خب، یه مقداری راجب کاسپلی صحبت کردیم. یه چیز دیگه هم راستی میخوام بگم، کاسپلی ایرانی کامیونیتی و اینا داره؟ آره هستن خیلی، الان خیلی خیلی بیشتر شده، قدیم خیلی کمتر بود ولی الان خیلی بچه هایی هستن که کاسپلی میکنن و با کوالیتی های خیلی خفن.
خیلی هستن الان. آره کامیونیتی داره جای دور هم جمع باشن؟ بعضی وقتا آره، مثلا جمع میشن، مثلا میدونستم بچه‌هایی که کاراکتر گنشین کاسپلی میکردن هر چند وقت یه بار یه سری جا جمع میشدن و اینا. من خودم تازه مثلا دارم یه ذره گنشین کاسپلی میکنم و بازی میکنم. مثلا سرور دیسکوردی آره. چیزی ندارن مثلا بچه‌ها که هوای هم داشته باشن بشناسن هم دیگه رو پیدا کنن؟ یه سری پیج و چنلای یوتیوب، میگم یوتیوب، تلگرام و گروهای تلگرام بودش. چرا اونا رو یادم معرفی بکنه مثلا کاسپلی آره. یه سری پیجا بودن که میذاشتن، یه سری مدیا دارن. آره ولی پس کامیونیتیه باید بری تو توش بیفتی پیدا بکنی. همه همه دونه دونه پیدا میکنن دیگه، هی بچه ها کارهای همو شیر میکنن، یکی یکی رو میبینه اینطوری، هی همه همو پیدا میکنن. بذار ببینم. خیلی خوب، آره باشه، این از اینا. تا ما بیایم دفعه بعدی راجبه خود ماجرای حالا کش در واقع نقاشی کشیدنی و اینا صحبت کنیم، راجب چیزای دراوینگ صحبت بکنیم که بشه طراحی و نقاشی و نهایتا بعد بخوایم برسونیمش به کاراکتر دیزاین و اینا، ببینیم کجا کانسپت وصل میشه به آبجکت، یعنی سابجکت که وصل میشه به آبجکت، درسته؟ و همین. صحبت خاصی داری؟ چیزی میخوای پروموت بکنی؟ صحبت خاصی اگر داری؟ نه اومدم، چیزی خوشحالم که حرف زدم و آره منم خیلی خوشحالم که حرف زدی. تو هم قطعا آدمی هستی که در میون گذاشتن تجربیاتش قطعا میتونه خیلی کمک بکنه به آدم، و حتما منتظر این باش که یه سری ها بیان بهت مسیج بدن بگن ما کاسپلی های تو رو دیدیم و شروع کردیم کاسپلی کردن. خیلی زود این اتفاق اگه آلردی نیفتاده باشه میفته خیلی زود. مرسی که اومدی صحبت کردیم، خیلی کیف داد و همین دیگه. سابسکرایب و اینا رو دیگه نمیگم دیگه، خسته شدم. بای، فعلا خدافظ.